هلو ایوریبادی، رسول ریکاس هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز قراره یه ویدیوی متفاوت و خاص که تا الان تو کانالم نذاشتم و با هم ببینیم. امروز همینجور که از تایتل و تامنیل ویدیو مشخصه، میخوایم دستمزد و ساعت کاری رو تو کشورهای مختلف بررسی کنیم، ببینیم بالاترین دستمزد در سال 2021 مال کدوم کشور بود و پایین ترین دستمزد مال کدوم کشور، بیشترین ساعت کاری مال کدوم شهر یا کشور بوده، کمترین ساعت کاری مال کدوم بوده. جالبه بدونید تو آماری که امروز میخوام بدم اسم ایران هم هست. نه اشتباه نکنیم مثل خودم، جز بدترین ها نه، جز بهترین ها و جز تاپترین ها. باور کنید یا نکنید، ایران تو یه چیز جز تاپترین ها و رتبه اول تو دنیا داره. منابعم سایت های خارجی بودن، به خاطر اینکه الان میگیم مثلا سایت های ایرانی میخوان قلف کنن بگم ما اینجوریم ما اونجوریم، خب یکم باور کردن این سخته. مثلا چجوری بهتون میگم، مثلا من خودم بگم من مرد مهربونیم، من فلانم، من علیم، خب شاید باور نکنیم، ولی اگه یکی دیگه بیاد در مورد من صحبت کنه خب قطعا باور کردنیه. برای همین هم سایت های ایرانی رو که یکم باور کردن این سخته دیگه، خودتون بفهمین چی میگم. منابع خارجیه، یکم خب باورپذیرتره که داره میگه. بعدش هم من خودم یکم هنگ کردم که ایران اوله، ولی خب بعدا قابل حذف بود. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لطف کنین اگه برای بار اول به چنل میان چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. آیدی اینستاگرام من هم این بالا میاد، لطف کنین فالو کنید. دیگه همین، بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها ویدیو رو شروع میکنیم. اول از هر چیز باید بدونین که یک انسان و کارگر امروزی یه چیزی حدود 20 تا 30 ساعت کمتر از یک کارگر قرن 19 کار میکنه. یعنی میانگین ساعت کاری از 3000 ساعت که تو سال 1870 بوده به 1500 تا 2000 ساعت در سال که تو سال 1990 کاهش پیدا میکنه. یعنی بین کشورهای پیشرفته دنیا کاهش پیدا میکنه که به نظر من هم یکی از دلیلاش میتونه ربات‌ها باشه، یعنی ورود ربات‌ها به عرصه تکنولوژی تولید. خب دلیلش اینه که بیشتر مثلا میتونن کارو بی‌نقص‌تر انجام بدن، یکی از دلیلاش گفتن. دلیل دومش هم اینه که کشورهای پیشرفته بر این باورن که ساعت کاری اگه بالا باشه دلیل نمیشه که آقا مثلا ما تولیدمون بیشتر میشه، یعنی اگه 12 ساعت کار کنیم تولیدمون بیشتر از 8 ساعته، و اگه او 8 ساعت میان قشنگ مدیریت میکنن، بهره‌وری ساعت کاری رو بالا میبرن که هم انرژی انسانی کمتر استفاده میشه، هم تولیدشون مثل همیشه میمونه، که به نظر من هم یه چیز درستیه. یه تحقیق تو سال 2019 انجام شده تو 75 تا شهر بزرگ دنیا که ببینن ساعت کاری چجوریه. دیدن آقا متوجه شدن بمبئی با 2691 ساعت در سال بیشترین ساعت کاری رو داره، پاریس هم با 1663 ساعت در سال کمترین ساعت کاری رو داره. ولی تو تحقیقات کشوری که انجام دادن بیشترین ساعت کاری مار کشورهای مکزیک، کاستاریکا، کره، یونان، روسیه بوده. کمترین ساعت کاری هم مار آلمان، نروژ، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ بوده. خب حالا میپردازیم به اول اینکه ببینیم کمترین درآمد یعنی کمترین دستمزد مال کدوم کشورهایه. حداقل دستمزد، بچه ها حداقل دستمزد به یه چیزی میگن، یعنی کمترین پولی که میتونی یه کارگر در اون ساعت کاری بگیره میشه حداقل دستمزد. از رتبه 5 شروع میکنیم. پنجم کلمبیاه با هر ساعتی $2.66، یعنی یه کارگر تو کلمبیا کمترین دستمزدی که میتونه بگیره $2.66 که به نظر منم بیشتر از این نمیدم، چون این ثبتی که آمارایی که گرفتن دقیق بوده. خب چهارمین کشور از نظر کمترین دستمزد روسیه با هر ساعت $2.27. سومین کشور از نظر کمترین دستمزد شیلیه با $2.25 به ازای هر ساعت. خب دومین کشور از نظر کمترین ساعت کاری برزیله که با دستمزد $2.18 جز دومین کشوریه که کمترین دستمزد رو داره. و اما میرسیم به رتبه اول کمترین دستمزد که به مکزیک تعلق میگیره با $1.05. باورتون میشه؟ ایچ حرف احمقانه ای من دارم میزنم. خب معلومه باور میکنیم، یه جوری دارم
صحبت میکنم مثل اینی داریم تو سوئیس زندگی میکنیم، با داریم تو ایران زندگی میکنیم. احمد تفاوت احساس میکنین که چقدر تفاوت، یعنی تفاوت طبقاتی تو کشورها هسته. ولی اینایی هم که دیدین اکثرشون ما رو آمریکای جنوبی، یعنی کمترین دستمزد تو دنیا میتونیم بگیم ما رو کشورها آمریکا جنوبیه. مثلا مکزیکو سیتی که سومین شهر از نظر بیشترین ساعت کاری، یه کارگر 2622 ساعت در سال کار میکنه، بعدش هم حقوقش هم اینقدره، یعنی یه کارگر در سال 2600 خورده حقوقشه. خب حالا میرسیم به بیشترین دستمزد بین کشورها، یعنی یه چیزایی میگم که مغز سرتون سوت میکشه. من خودم پیش خودم قبل از اون که تحقیق کنم مثلا میگفتم فلان کشور فلان کشور فلان کشور مثلا اول تا سوم، ولی وقتی لیست رو دیدم دیدم اصلا اون کشورها داخلش نیستن بین اول تا نهم تا سوم که چه عرض کنم. یعنی اصلا کلن تصورات بچگیم به هم ریخت، کل کشورهای پیشرفته اصلا نمیدونم. حالا میبینیم نگاه میکنیم، دهمین کشور از بیشترین ساعت، از بیشترین دستمزد کاناداه که بابت هر ساعت کاری 9.52 دلار میده. ببینید تفاوت چقدر. اونجا که گفتم مکزیکیا بدبخت دیدی گفتم 1 دلار میگیرم، اینجا جز دهمیه 9 دلار میگیره، یعنی 9.5 برابر یک کانادایی، یک کارگر ساده کانادایی 9.5 برابر درآمدش بیشتر از یک کارگر ساده مکزیکیه. نهمین کشور ایرلنده، بابت هر ساعت 9.62 دلار میده. هشتمین کشور انگلستان یا بریتانیایه، بریتانیا که نه اون انگلستانه، که 10.34 دلار بابت هر ساعت به کارگراش پول میده. یعنی هیچ تفاوتش با ما رو ببین. هفتمین کشور بلژیکه که با 10.38 دلار بابت هر ساعت کاری. ششمین کشور هلنده، اما هلند همون کشور کوچکه، یعنی واقعا ببینید تفاوت پیشرفت. و یه کارگر هلندی کمترین دستمزدی که میگیره 10.44 دلار در ساعته، یعنی یه کشور به اون کوچکی ببینین چقدر پیشرفت کرده، چقدر سطح رفاه شهرونداش بالایه. پنجمین کشور آلمانه با 10.87 دلار، یعنی کمترین ساعت کاری هم یه چیزی تو آماری که گفتم کمترین ساعت کاری آلمانیا جزش بودن، حق هم دارن کمترین ساعت کاری رو داشته باشن. حداقل بازم میگم بچه‌ها اینا حداقل دستمزد ها، یعنی بیشترین دستمزد تا 50 60 دلار در ساعت هم میرسه ها. چهارمین کشور نیوزلنده، اینا جز چیزای باور نکردنی که من خودم داشتم. نیوزلند با 11.20 دلار در ساعت چهارمین کشور از نظر بیشترین دستمزد بین کارگراش داره. سومین کشور فرانسه است. فرانسه با 11.66 دلار جایگاه سومو داره تو این لیست. دومین کشور که کشور مورد علاقه خودم هم هست استرالیایه که با 12.14 دلار دومین جایگاه رو بین این کشورها داره. و اما مقام اول، وقتی بگم سرتون سوت میکشه، یعنی واقعا سرتون سوت میکشه. همه منتظر امریکایین؟ نه نه باور نکنین، من خودم هم منتظر امریکا بودم، ولی اولین کشور لوکزامبورگه با 13.78 دلار بابت حداقل دستمزد تو هر ساعت مقام اولو تو سال 2021 داره. یعنی دنبال لیست آمریکا میگردیم نبود عزیزم، تو بین 10 تا اولی نبود. گشتم ببینم آمریکا کجایه، میخواستم خیلی کنجکاو بودم ببینم آمریکا مقام چندم داره، که به یه چیزایی هم رسیدم که الان میگم سرتون سوت میکشه. آمریکا مقام 12 داشت که با حداقل دستمزد 7.25 دلار. ولی اینجوری که من خوندم تحقیق کردم مثل اینه تو ایالتاش فرق میکنه، یعنی فرمانداران ایالت توانایی این دارن که دستمزد مثلا حداقل دستمزد ببرن بالا، همینجور که چند تا ایالت برده بود بالا. ولی اون تفاوتایی که دارم میگم سرتون سوت میکشه بابت مرخصی هایی که هر کشوری داره. باور بکنید یا نکنید آمریکا تنها کشور پیشرفته تو دنیاست که مرخصی اجباری نداره. حالا مرخصی اجباری چیه؟ مرخصی اجباری دولت ها میان کارفرماها رو موظف میکنن که به کارگراشون یه تعداد روز در سال مرخصی با حقوق بدن. تو اروپا این عدد 20 روز در ساله که تو بعضی از کشوراش هم به 25 تا 30 روز میرسه.
مثلا ژاپن و کانادا 10 روز در ساله، استرالیا و نیوزلند 20 روزه. اینا به غیر از اون تعطیلات رسمیه که بابتش پول میگیرن، مثلا جمعه حقوق میگیرن یا مثلا برای کریسمس تعطیل حقوق میگیرن. ولی آمریکا تنها کشوریه که هیچ کدوم از اینا رو نداره. بیشتر کشورهای ثروتمند جهان 6 روز تعطیلات رسمی با حقوق دارن، ولی الان میرسیم به اونجایی که گفتم ایرانه، در حالی که کامبوج و ایران این تعطیلات 27 روزه. یعنی ایران جز اولین کشورهاییه که بیشترین تعطیلات رسمی رو داره که به کارگرا و کارمنداش، به کارگراش که ما ندیدیم، یعنی آماری که گرفتم برای کارمنداه، مرخصی با حقوق میده. حالا شاید هم بده کارگرا تو کارخونه ها بده، ولی مثلا یه کارگری که آزاده خب نداره دیگه، اون قطعا نداره. این آمار و ارقامی هم که گفتم از سایت همکاری اقتصادی همکاری، مخففش بود OECD، همین بود. آره اینا رو از اونجا پیدا کردم که یه چیزیه که کشورها اومدن با هم تفاهم کردن که مثلا اونجا بشینن یه سری تصمیمات بگیرن، یه چیزیه مثل سازمان ملل، مثل یونیسف، اینجوریه. خب بچه ها، این از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه از این سبک ویدیوها دوست دارین تو کامنت ها برام بنویسین تا بیشتر براتون درست بکنم. قبل از اینکه برین یه دکمه قرمز رنگ اون پایین نوشته سابسکرایب لطف کنید بزن، روی زنگوله رو هم بزن رو حالت آل که به معنی که ما ویدیو منتشر کردیم شما اولین نفری باشین که اونو تماشا میکنین. خیلی 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 کمکم میکنه اگه ویدیو رو شیر کنین تا افراد بیشتری بیان اونو تماشا بکنن. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بابای.